شناخت درست مسیحیت از کجا شروع کنم؟ اولین قدم اینه که بازگشت کنید از زندگی که داشتید. پتروس برای 3000 نفر موعظه کرد و بعد از اون مردم همین سوالو کردند از پتروس و کلام خداوند اینطور میگه که چون این را شنیدند، یعنی موعظه پتروس، دلریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتن ای برادران چه کنیم؟ پتروس به دیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا این وعده برای شما و فرزندانتون و همه کسانی است که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را فراخواند. پس برای اینکه مسیحی بشیم از کجا شروع کنیم؟ از بازگشت، از توبه کردن از گناهانمون و به عیسی مسیح ایمان بیاریم. وقتی میگه تعمید یعنی اینکه در عیسی مسیح بمیریم، گناهانمون بمیره، زندگی گذشتهمون بمیره، آنچه که برای ما نفع و سود داشته تمام در مسیح بمیره و بعد قیام میکنیم و زندگی نوعی رو با عیسی مسیح آغاز میکنیم و به خداوند قول میدیم، به عیسی مسیح قول میدیم که از این لحظه به بعد برای او زندگی خواهیم کرد و تمام وجودمون رو به این پسر خدا بسپاریم. پس این قدم اول استش. و دوم این که کلام خدا رو بخونیم و کلام رو بخونیم و بخونیم و هرچی کلام رو میخونیم عیسی مسیح رو خواهیم شناخت و هدف شبیه عیسی مسیح شدنه. مسیحیت یعنی چی؟ یک شخصی که مسیح میشه یعنی این که پیرو مسیحه، پیرو عیسی مسیح خداونده. و برای اینکه دنبال روح عیسی مسیح باشیم و هر روز شبیه او بشیم، باید اون رو بشناسیم. باید ببینیم چه چیزایی دوست داره، چه چیزایی دوست نداره. ما چه کارهایی تو زندگیمون باید بکنیم، چه کارهایی رو باید پرهیز کنیم و انجام ندیم. پس مسیحیت یک مذهب نیست که حالا یک وردی بخونید و خب مسیح میشید بریم دنبال زندگیمون. نه، مسیحیت یک رابطه شخصی شما با خداونده و این رابطه، رابطه پویا باید باشه. هر روزه باید این رابطه عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه، شما با خداوند صحبت کنید و اجازه بدید که خداوند از طریق کلامش با شما صحبت کنه و رشد کنید. پس توبه کنید، کلام رو بخونید، دعا کنید هر روزه و سعی کنید شاگرد باشید. و برای شاگردی در متی باب 28 عیسی مسیح آخرین چیزی که به شاگردانش گفت اینه که تمامی قدرت آسمان و زمین به من داده شده، پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه که به شما فرمودم به جا آورند. پس مهم اینه که حالا که ما داریم کلام میخونیم، دعا میکنیم و مسیحی شدیم و قول دادیم که هر روزه پیرو عیسی مسیح باشیم، حالا باید تعلیم بگیریم، حالا یه نفر باید ما رو شاگرد سازی کنه. پس اون خادم رو پیدا کنید. اگه دوست دارید به ما وصل باشید، خوشحال میشیم شما رو در این راه کمک کنیم، چون که وقتی کلام میخونید خیلی سوالها براتون پیش میاد. پس لازمه که تعلیم بگیرید و شاگرد بشید و بعد در آینده وقتی که رشد کردید شما نیز خادم بشید و شما نیز دیگران را شاگرد سازی کنید. خداوند برکتتون بده.